کشته شدن 6 عضو یک خانواده در جنگ پنجشیر، تنها مرد این خانواده در کابل بازداشت شد. جسد یک جوان در کامه نگرهار پس از چند روز مفقودی پیدا شد. توزیع پاسپورت از سر گرفته می شود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، وقتتون بخیر. به یک ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. کشته شدن 6 عضو یک خانواده در جنگ پنجشیر، تنها مرد این خانواده در کابل بازداشت شد. منابع میگن که طالبان در کابل سرپرست یک خانواده را که در جنگ پنجشیر 3 پسر و 3 دامادش را آتش زده بازداشت کردند. یک منبع گفت که فرد بازداشت شده زیگریا نام دارد و باشنده اصلی در عبدالاخر بودسولی در پنجشیر از روز گذشته ششنبه 2 اهود از شهر کابل بازداشت شده است. به گفته منبع در تابستان امسال طالبان 3 برادر و 3 خانواده شوهر و خواهر زیگریا که اعضای جبهه مقاومت بودند را پس از اثرات در کوههای دره عبدالاخیل کشتن و همچنان جسد یک جوان در کامه ننگرهار پس از چند روز مفقودی پیدا شد. منابع محلی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار میگوید که جسد یک جوان چند روز قبل از خانهش مفقود شده بود پیدا شده است. این جوان میدر خان نام داشته و باشنده روستای میرداخیل ولسوالی کامه بوده است. گلشا یک باشنده ولسوالی کامه گفت که مردم محل امروز چهارشنبه 3 اهود جسد این جوان را از روستای مرزا خیلی انگامی که بدن بالا سنگ بکو می رفتن پیدا کردن. و در اخیر توزیع پاسپورت از سر گرفته می شود. منابعی از وزارت داخلی حکومت سرپرست افغانستان برای رسانه ها تایید کردن که روند توزیع پاسپورت سر از فردا از سر گرفته خواهد شد. این خبر امروز چهارشنبه 3 اهود برای رسانه های تایید شده است. گفتنی است که بیش از 6 ماه می شود که توزیع پاسپورت در سراسر کشور متوقف شده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.